سلام بر شما، مهران میرزایی هستم. به این بخش خبری خوش آمدید. در حالی که به تازگی دو نشریه مخالف دولت توقیف شدند، حسن روحانی میگوید دولت از انتقاد استقبال میکند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت دولت همیشه با دروغ، تهمت و افترا مخالف بوده و هست. این دولت آمده تا جلوی افراط‌ها را بگیرد. بدترین افراط‌ها دروغ، تهمت و نگفتن واقعیات به مردم است. اظهارات حسن روحانی در حالی است که روند برخورد دولت 11 با گروهی از رسانه‌های محافظه‌کار با انتقاد گروهی از فعالان سیاسی این جریان مواجه شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد سال گذشته 2 هفته‌نامه یا رسالت الحسین و 9 دی را توقیف کرد که به دنبال آن علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از دولت روحانی خواست رویه برخورد با آزادی بیان را اصلاح کند. گفته شده است این مطبوعات به دلیل نقد توافق ژنو و نیز نقد سیاست خارجی دولت حسن روحانی توقیف شدند. عبدالوحید فیاضی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید که علی خامنه‌ای رهبر ایران از برخی اقدامات وزارت ارشاد دولت روحانی گله‌مند است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این نماینده مجلس گفت در دولت تدبیر و امید در مقوله فرهنگ نه تنها حرکت رو به جلو نداشتیم، بلکه در این زمینه عقبگرد هم کرده ایم. فیاضی افسوده وزارت ارشاد در خصوص مسائل فرهنگی برنامه های اجرا کرده که برای ملت و رهبری خوشایند نبوده است. در همین حال روز گذشته علی جنتی با اشاره به توقیف یک نشریه تندرو گفت دولت در این زمینه بی تقصیر است. وزارت ارشاد گفته با توجه به تذکرات متعددی که به هفته نامه 9 دی داده شده و مورد توجه قرار نگرفت، هیئت نظارت تصمیم به توقیف گرفت. جنتی افسوده به هیچ وجه راغب نیستیم نشریه توقیف شود و توقیف را آخرین راه حل می دانیم. یکی از نمایندگان مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه در مورد سفر هیئت‌های حقوق بشری به ایران به وزیر امور خارجه هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با اشاره به تلاش اتحادیه اروپایی برای سفر نماینده حقوق بشر به ایران گفت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هشدار داده است که در صورت تکرار مسئله قوه قضاییه به صورت مستقیم وارد عمل می شود. جواد کریمی قدوسی با اشاره به سفر 2 هیئت از اتحادیه اروپا به تهران و دیدار آنها با مخالفان حکومت، این دیدارها را توهین به مردم ایران خواند و گفت رئیس قوه قضاییه به صورت حضوری با آقای ظریف در رابطه با چنین سفرهای هشدار دادند و موضع خود را نیز به صورت آشکار بیان کردند. و اما در ادامه بحران مرزبان‌های ربوده شده ایرانی، رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با نواز شریف خواستار آزادی آنها شد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل به وی نوشت که محکوم کردن قتل یکی از مرزبانان کافی نیست. بان کی‌مون کشته شدن یکی از مرزبان‌ها را محکوم کرده بود. در همین حال سپاه پاسداران ایران همچنان در خصوص این گروگانگیری و گروه جیش العدل سکوت کرده است. به دنبال اعلام خبر اعدام یکی از 5 مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط گروه تروریستی جیش العدل، رئیس جمهوری ایران در تماس با نخست وزیر پاکستان خواهان اقدام فوری برای آزادی این افراد شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با نواز شریف با اشاره به گزارشات ضد و نقیض در خصوص وضعیت یکی از 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده گفت با وجود اقدامات دو جانبه و پیگیری‌های ممتد جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان مسئولان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان و تلاش‌های مشترک انجام گرفته، انتظار داشتیم که بعد از تشکیل این کمیسیون اقدام جدی از سوی مقامات پاکستانی برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی صورت پذیرد. و
وی تاکید کرده است این گونه حوادث تأثیر منفی در افکار عمومی مردم ایران نسبت به دولت پاکستان ایجاد خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی مشترک دو کشور این حوادث دیگر تکرار نشود. بنابراین گزارش نخست وزیر پاکستان هم اطمینان داده که دولتش از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دولتی را در منطقه متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی کرد. آقای ظریف با انتشار این نامه در صفحه فیسبوکش خطاب به بان کی مون گفته است محکوم کردن قتل احتمالی یکی از مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل کافی نیست و جامعه جهانی باید برای آزادی گروگان‌های ایرانی قاطعانه اقدام کند. وزیر خارجه ایران افزوده شواهد موجود حاکی از آن است که تمامی این اعمال تروریستی توسط گروه‌های تروریستی مورد حمایت دولتی با منابع مالی، هماهنگی و مدیریت مشابه انجام شدند و این دولت می‌کوشد با توسل به این گونه اقدامات شکست‌ها و محاسبات غلط راهبردی گذشته خود را جبران کند. در خبر دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی را محکوم کرد. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این بیانیه اعلام کرده است اسلام آباد هر گونه اقدام تروریستی به هر شکل و ظاهری در هر نقطه از جهان محکوم می‌کند. به تاکید کرده است قتل مرزبان ایرانی بسیار تأسف‌بار بوده و ما با خانواده این شهید و سایر مرزبانان ایرانی که در چنگ تروریست‌ها اسیر هستند اعلام همبستگی می‌کنیم. اسلم در خصوص حادثه روبوده شدن مرزبانان ایرانی توسط گروه تروریستی جیش العدل افسوده است. دولت و نیروهای پاکستانی همه اقدامات و پشتیبانی‌های لازم را برای شناسایی محل نگهداری مرزبانان روبوده شده انجام داده. وی در بیانیه گفته تحقیقات و پیگیری دولت پاکستان به معنای تایید ورود و یا حضور احتمالی مرزبانان ایرانی در داخل خاک پاکستان نیست، اما اسلام آباد آماده همکاری مشترک با ایران و تبادل اطلاعات و جزئیات معتبر در خصوص این حادثه است. از سوی دیگر سپاه پاسداران و فرماندهان آن همچنان به سکوت خود درباره فعالیت‌های گروه جیش العدل با وجود انتشار گزارش‌های مبنی بر کشتن یکی از مرزبانان روبوده شده ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران که خود را حافظ جمهوری اسلامی و ارزش‌های آن می‌داند و امنیت استان سیستان و بلوچستان را نیز بر عهده دارد، تا کنون اقدام عملی مشخصی علیه جیش العدل نکرده است. پیشتر گزارش‌های غیررسمی از اعزام یگان ویژه صابرین سپاه برای برخورد با جیش العدل به خاطر روبودن 5 مرزبان ایرانی منتشر شده بود که با سکوت دوباره فرماندهان این نیرو مواجه شد. وظیفه یگان ویژه صابرین مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف نظام به خصوص گروه پژاک اعلام شده، اما از عملکرد این یگان در برخورد با جیش العدل تا به حال گزارشی در دست نیست. گروه جیش العدل از شهریور ماه سال 91 تا کنون بیش از 30 عملیات علیه نیروهای نظامی ایران به خصوص سپاه پاسداران داشته که با سکوت معنادار فرماندهان سپاه همراه بوده است. از زمان اعلام موجودیت این گروه نظامی که خود را مدافع حقوق اهل سنت در ایران معرفی می‌کند، موضع‌گیری روشن و مشخصی علیه این گروه از سوی فرماندهان سپاه کمتر دیده شده است. جیش العدل که بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت، سوم فروردین ماه سال جاری اعلام کرد گروهبان یکم جمشید دانایی فر یکی از 5 مرزبان روبوده شده ایرانی را به دار آویخته است. وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که یک نفر از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد و 8 تن نیز مجروح شدند. تظاهر کنندگان به صدور احکام اعدام برای صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین به اتهام قتل ماموران پلیس در جریان اعتراض ها به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعتراض داشتند. این عده در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند و وکلایشان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر استعفای خود را از این سمت‌ها به عنوان مقدمه‌ای برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. ارتشبد عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر
شامگاه چهارشنبه ششم فروردین ماه در پیامی تلویزیونی گفت امروز آخرین روزی است که لباس نظامی به تن می کنم. پس از آنکه تصمیم گرفتم به مأموریتم به عنوان وزیر دفاع پایان دهم. عمر خود را به عنوان سربازی در خدمت وطن گذراندم. در خدمت آمال و آرزوهایش و به امید خدا این راه را ادامه خواهم داد. مطابق قانون اساسی مصر تنها غیر نظامیان اجازه دستیابی به عالی‌ترین مقام سیاسی این کشور را دارند. السیسی افزود سالهای اخیر از عمر وطن نشان می‌دهد که هیچ کس بدون خواست و اراده مردم نمی‌تواند رئیس جمهور این کشور شود. هیچ کس نمی‌تواند مسیحا را مجبور به انتخاب رئیس جمهوری کند که او را نمی‌خواهند. من با تمام تواضع به شما می‌گویم که قصد دارم برای ریاست جمهوری مصر نامزد شوم. این تایید شماست که چنین افتخار بزرگی را به من خواهید بخشید. او با اقرار به اینکه ما به عنوان مسیحا مأموریت بسیار سنگینی بر دوش داریم، از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی موجود در مصر سخن گفت. جنرال السیسی با بیان اینکه مسیحا مستحق زندگی با کرامت، امنیت و آزادی هستند، به حرکت و به فعالیت برای به دوباره راه انداختن چرخ تولید برای نجات وطن از خطرهای حقیقی و با ستاندن حاکمیت ملی و هیبت آن و ساخت کشور را مسئولیت اصلی مسیحا عنوان کرد. با سازی سازمان‌های کشور که از وضعیت نابسامان در نتیجه لرزش‌های مکرر رنج می‌برند، یکی دیگر از وظایفی است که به گفته السیسی بر دوش مصری هاست. شورای عالی نیروهای مسلح مصر با حضور تمام اعضایش و همچنین عدلی منصور رئیس جمهوری موقت این کشور در ساختمان وزارت دفاع چهارشنبه تشکیل جلسه داده بود. این خبر را سخنگوی ارتش مصر در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرده بود. عبدالفتاح السیسی در این جلسه عزم خود را برای استعفا از وزارت دفاع به عنوان مقدمه‌ای برای نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع حاضران رساند. پس از آن استعفا در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفت. سایت روزنامه الاهرام گزارش داده است که السیسی پیش از آغاز جلسه وسایل شخصی خود را از دفتر کارش جمع کرده بود. از سوی برابر اعلام ایهاب بدوی سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت این کشور در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح دستور ارتقای رتبه نظامی سپهبد صدقی صبحی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر را به ارتشبدی صادر کرد. السیسی پیش از این بر عزم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرده بود و گفته بود که نمیتواند به خواست شمار زیادی از مصری‌ها پشت کند. السیسی برای نامزدی می بایست از دولت استعفا داده و نظامی بودن را کنار بگذارد. وی در افکار عمومی مصر محبوبیت زیادی دارد و شانس رئیس جمهوری شدنش هم بسیار بالاست. شایان ذکر است که کمیسیون عالی انتخابات مصر روز یک شنبه آینده در کنفرانسی خبری جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام خواهد کرد. زمان ثبت نامزدهای انتخابات روز 10 فروردین ماه آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری جدید مصر باید تا ماه ژوئن انتخاب شود، اما هنوز زمان معینی برای روز انتخابات در نظر گرفته نشده است.
قرار است کمیسیون انتخابات مصر در روزهای آینده و تا پیش از ماه آوریل تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین کند. در حالی که اکثر گروه ها و شخصیت های بارز مصری از نامزدی عبدالفتاح سیسی برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند، گروه اخوان المسلمین نسبت به بروز ناآرامی در این کشور در دوره سیسی هشدار داد. حزب النور وابسته به سلفی های مصر از نامزدی السیسی استقبال کرد. جلال مره دبیرکل حزب النور گفته است که السیسی به عنوان یک شهروند وطن دوست و یکی از فرزندان شریف مصر حق دارد که خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور در چنین شرایط تاریخی نامزد کند. وی تأکید کرد که مصر برای بازگشت به جایگاه اصلی خود در منطقه و جهان نیازمند همبستگی مردم این کشور است. در همین حال جنبش تمرد با انتشار بیانیه‌ای از کاندیداتوری السیسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر حمایت کرده و گفته است که موضع این جنبش به طرفداری حمایت اکثریت مردم مصر نسبت به السیسی اتخاذ شده است. از سوی دیگر گروه اخوان المسلمین نسبت به نامزدی السیسی هشدار داد. ابراهیم منیر یکی از رهبران این گروه در یک تماس تلفنی از لندن اظهار داشت در سایه ریاست جمهوری السیسی مصر ثبات و امنیت نخواهد داشت. همدین صباحی که پیشتر نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود، با قرار دادن نوشته‌ای بر روی صفحه توییتر خود از اقدام السیسی استقبال کرد. وی خواستار انتخاباتی شفاف و آزاد در کشور شد. در همین رابطه گفتگو میکنیم با همکارمون آقای جمشید چلنگی که از واشنگتن با ما هستن. آقای چلنگی، پیامدهای نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی بر روند دموکراسی در مصر رو چطور میبینید؟ تردیدی نیست که برای رسیدن به دموکراسی در هر کشوری مقدمه بر دموکراسی، یعنی دموکراسی به معنی درست کلمه، نه اینکه دموکراسی خلاصه بشه به صندوق رأی و آرایی که به صندوق ریخته میشه حتی اگه درست شمرده بشه، این معنی کامل دموکراسی نیست. دموکراسی نیازمند مقدمتا امنیت هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت سیاسی هست، بدین معنی که اگه در یک جامعه امنیت سیاسی و اجتماعی نباشه و بقیه زمینهای مربوطه، میتونه هر کسی رأی واقعا با آزادی کامل به صندوق بریزه اما تحت تأثیر عوامل پنهان و آشکار دیگه باشه که ناشی از عدم امنیت هست. در کشورهایی مثل مصر و کشورهایی که دچار بحران هستند، فقط ریختن رأی به صندوق آرا این نمودار دموکراسی نیست. بنابراین اون چیزی که مصری ها تشخیص دادن، طالب بودن، پس از رویدادهای این کشور در دو سه سال اخیر، نیازمندی اونها به امنیت هست. انتخاب آقای سیسی، جنرال عبدالفتاح السیسی به ریاست جمهوری یا در همین مرحله نامزدی ایشون برای ریاست جمهوری، طبعا رقبایی هم خواهد داشت بدون هیچ تردید، نشون دهنده تمایل مصری ها هست برای دست یافتن به امنیت که گام اساسی و زمینه اساسی هست برای رسیدن حرکت در مسیر رسیدن با هدف دموکراسی هستش. مصری ها گفتن نداره که در اثر رویدادهای اخیر به خصوص در دوران یک ساله اخوان المسلمین امنیت اجتماعی و سیاسی خودشون رو به طور نسبتاً گسترده از دست دادن، امنیت اقتصادیشون رو نیز از دست دادن به خاطر کاهش توریسم، درآمد ملی مصر کاهش پیدا کرد به طور بسیار بسیار آشکاری. در نتیجه فارغ از اعتقادات مذهبی که اکثریت مردم مصر مسلمان بودند و اکثریت اونها هم به اخوان المسلمین رأی دادن، دیدن که
حکومت در اون مسیری که میخواد حرکت نمیکنه، اون چه رو که داشت ازش گرفت از بین برد، مقدم بر همه اون چی که از دست داد همین امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود. این بود که به طور سمبولیک آقای عبدالفتاح السیسی، جنرال السیسی رو مصری‌ها تمایل نشون دادن برای اینکه به صحنه بیاد، ادامه اقداماتی رو که آغاز کرده پی بگیره و برقراری اون چی که مهم هست برای مصری‌ها، نه تنها در دراز مدت شاید این باشه دموکراسی، نه تنها امنیت اقتصادی اجتماعی هست بلکه امنیت سیاسی هم هست. به همین دلیل هست که شاید میبینیم احزابی که مخالف نقش نظامی ها در صحنه سیاسی بودن، مثل حزب چپگرای تجمع نیز از نامزدی آقای السیسی حمایت کردند. سخنگوی این حزب آقای نبیل زکی رسما استقبال کرد از نامزدی جنرال السیسی. به طور خلاصه این که بله، در صورت که امنیت در مصر برقرار بشه که مصری‌ها امید دارن با ریاست جمهوری جنرال السیسی برقرار خواهد شد، این خواهد بود که میشه قابل تصور هست که مصر در مسیر درستی به سوی دموکراسی پیش خواهد رفت، به شرطی که شاهد گام‌های بعدی در این زمینه باشیم بر اساس سخنانی که جنرال السیسی گفته و همینطور سخنگوی جنرال السیسی آقای عمر موسا که عملاً به عنوان سخنگوی ایشون عمل کرد در مرحله نخست. تأثیر مخالفت اخوان المسلمین بر روند کاندیداتوری السیسی و انتخابات مصر چگونه است؟ و اما این پرسش خوبی است، اینکه اخوان المسلمین طبعا ساکت نخواهد نشست، طبعا به اقدامات خودش که تاکنون ادامه داده، از جمله عملیاتی که از طرف دولت مصر عملیات تروریستی خونده شده با همه معیارهایی که میشناسیم، بسیاری از این عملیات عملیات تروریستی بوده، عملیات بمب‌گذاری در این سو آن سو، حمله به مراکز دولتی، حمله به مراکز پلیس، حمله به مراکز اقتصادی که توسط هواداران و اعضای اخوان المسلمین انجام شده. اما نکته اساسی این هستش که در میان اکثریت مردم مصر عملا اخوان المسلمین پایگاهی رو که حتی پیش از انقلاب‌های پیاپی مصر در میان مردم به نظر می‌رسید داشت، از دست داده. چرا که باز برگردم به همین نکته که اکثریت مردم مصر مسلمان هستند و اخوان المسلمین رو به این جهت حمایت میکردند که تصور بر این بود که برنامه عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی اونها داره، اما دیدن در همون یک ساله اخوان المسلمین لقمه نانی هم که بر سفره بود به دلایلی که اشاره شد از میان رفت. اینه که مسلمان بودن به جای خود باقی ماند، آنچه که رفت اخوان المسلمین بود. اخوان المسلمین طبعا آرام نخواهد نشست، ادامه خواهد داد، اما به نظر می رسه که دولت آینده مصر در صورت انتخاب جنرال السیسی با قاطعیت بیشتری برای سرکوب تروریسم در مصر عمل خواهد کرد. این رو هم اینجا بگم که رسانه های خبری مصر امروز خبر دادن که نشانه های از دخالت یا دست داشتن سازمان فلسطینی حماس در عملیات تروریستی اخیر در سینا کشف شده، به نقل از منابع نظامی که ازشون نام نبردن این خبر رو منتشر کردن. انتخاب آقای السیسی چه تأثیری در روند سیاست خارجی کشور مصر میذاره؟ یک نکته که قابل توجه هست چرخش سیاست خارجی مصر هست. در پاسخ به این پرسش شما که چه آینده‌ای در این زمینه پیش بینی میشه، چرخش سیاست خارجی مصر در صورت انتخاب جنرال السیسی از همین الان کم و بیش آشکار هست، با سفری که جنرال السیسی به مسکو داشته، با رویگردانی از واشنگتن، رویگردانی نسبی به خاطر اونچه که جنرال السیسی و حامیان اون معتقد بودن، یعنی حمایت واشنگتن دولت اوباما از اخوان المسلمین و ادامه این حمایت و تأکیدی که بر ابقای اخوان المسلمین بر مسند قدرت در مصر داشت، زمینه
رویگردانی نسبی قاهره رو از واشنگتن فراهم کرد و روی آوردن به مسکو برای تأمین منابع تسلیحاتی خودش، نظامی خودش. خب به هر حال متحد بهتری یافته جنرال السیسی به اعتقاد بسیاری از مصری‌ها، چون این هست یا دست کم اطرافیان جنرال السیسی، این در سفر ایشون در مقام وزیر دفاع مصر و فرمانده کل ارتش مصر به مسکو این موضوع بارها مطرح شد. چون این چرخشی در سیاست خارجی مصر قابل پیش بینی است در صورت انتخاب جنرال عبدالفتاح السیسی، در نتیجه پیامدهای چون این چرخشی هم در منطقه باید مورد توجه قرار بگیره. از این بابت که مصر به هر حال به طور سنتی نقش بزرگی در سیاست منطقه‌ای داشته، در سیاست خاورمیانه داشته، در روند مسائل و مشکلات و صلح و جنگ اعراب و اسرائیل داشته، این نقش به مدت 2-3 سال هست به خاطر رویدادهای اخیر متوقف شده، اعمال نمیشه، اما پیش بینی میشه در صورت بازیافتن امنیت، در صورت بازیافتن مسیر رو به دموکراسی در مصر، این نقش دوباره به صورت قدرتمندتر اعمال بشه و عرضه بشه و دیده بشه در عرصه منطقه‌ای، در عرصه خاورمیانه، در عرصه مشاکل و مشکلات اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین، چون موضوعی قابل پیش بینی هست. با سپاس از آقای جمشید چالنگی که از واشنگتن با ما همراه بودن. اتحادیه عرب مجدداً کشتار گسترده مردم سوریه توسط نیروهای وابسته به حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه عرب طی نشستی در کویت خواست خود را برای دست یافتن به راه حلی سیاسی برای توقف درگیری‌های 3 سال گذشته در سوریه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت اعلام کرد. در بیانیه پایانی نشست 2 روزه سران اتحادیه عرب آمده است: ما کشتار غیر نظامیان سوری را به دست نیروهای نظامی رژیم سوریه شدیداً محکوم می‌کنیم و خواهان دستیابی به راه حل سیاسی مطابق با بیانیه ژنو برای بحران آن کشور هستیم. طی درگیری‌های 3 سال گذشته و جنگ داخلی در سوریه دست کم 130 هزار تن کشته شدند. اتحادیه عرب در گذشته نیز دولت بشار اسد را به دلیل کشتار غیر نظامیان محکوم کرده بود. نیکولاس مادارو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد 3 ژنرال نیروی هوایی این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مادارو گزارش داد که این ژنرال ها به اتهام طراحی شورش علیه دولت و ارتباط مستقیم با برخی از مخالفان بازداشت شدند. به گفته رئیس جمهوری ونزوئلا، این 3 ژنرال به دادگاه نظامی احضار شدند. نیکولاس مادارو همچنین از کشف تلاش برای کودتا در ونزوئلا از طریق افسران آگاه خبر داد و افزود این گروه گفته بود که 1 هفته گذشته هفته سرنوشت سازی خواهد بود. ونزوئلا از 4 فوریه سال جاری میلادی صحنه اعتراض‌های عمومی است که تاکنون 32 کشته و 250 زخمی داشته است. مخالفان دولت نیکولاس مادارو او را عامل وضعیت نابسامان اقتصادی و تورم در کشور می‌دانند. دولت نیز مخالفان را عامل کشورهای بیگانه و تروریست خطاب می‌کند. گلنار کریموف در نامه‌ای دست‌نویس به شبکه جهانی BBC از حصر خانگی خود خبر داده است. دختر رئیس جمهور ازبکستان نوشته که تحت فشار روحی است، کتک می‌خورد و بدنش کبود است. او پیشتر به عنوان جانشین پدرش مطرح بود. گلنار کریموف 41 ساله در نامه‌ای دست‌نویس که توسط یک پیک به دست خبرگزاری BBC رسیده، از وضعیت خود در ازبکستان شکایت کرده است. گلنار کریموف در نامه خود شرح داده که در کشورش کتک می‌خورد و در حبس خانگی است. او نوشته: من تحت فشار روحی بسیار زیادی هستم و کبودی‌های روی دستم به دلیل کتک خوردن فراوان است. BBC نامه منسوب به گلنار کریموف را به یک کارشناس دستخط نشان داده است و به گفته این کارشناس نامه به احتمال 75% دست‌نوشته گلنار کریموف است. گلنار کریموف که یکی از 2 دختر رئیس جمهور ازبکستان است، تا مدت‌ها به عنوان جانشین احتمالی پدرش شناخته می‌شد. او مدتی سفیر ازبکستان در سازمان ملل متحد و مدتی سفیر این کشور در اسپانیا بود.
خانم کریموف به عنوان طراح جواهرات و لباس همکار میکرد و یک موزیک ویدیو هم با همکاری هنرپیشه فرانسوی ژرار دپاردیو منتشر کرد. البته در عرصه بین المللی نام گلنار کریموف بارها نیز در ارتباط با اتهامهایی در زمینه رشوه‌خواری و دست داشتن در معاملات تجاری فاسد مطرح شده بود. دارایی این دختر رئیس جمهور ازبکستان بالغ بر صدها میلیون دلار ارزیابی می شود. به گزارش شبکه بی بی سی جهانی، او از یک سال پیش مورد خشم پدرش قرار گرفته. گلنار کریموف از فوریه سال جاری میلادی نیز فعالیت اینترنتی نداشته است. او پیشتر اخباری در مورد حملات خشونتبار به خود و خانواده‌اش را در شبکه‌های مجازی منتشر کرده بود. دختر رئیس جمهور ازبکستان همچنین رئیس سازمان اطلاعات مخفی ازبکستان را متهم کرده بود که زیر دستان خود را کتک می‌زند و مسئول میگساری و سکس گروهی در سازمان مطبوع خود است. گلنار کریموف لولا خواهر کوچکتر خود را هم متهم کرده که بر روی کشتی تفریحی خود با مصرف کوکائین خوشگذرانی می کند و مدعی شده که مادرش به دنبال ارتباط با قدرت‌های ماورای طبیعی است. ازبکستان که همسایه افغانستان است از اهمیتی ژئوپلیتیک در منطقه برخوردار است و رسانه‌های این کشور عملاً زیر نظر دفتر ریاست جمهوری فعالیت می کنند. در حال حاضر صدها تن از نیروهای منتقد حکومت نیز در زندان به سر می برند. پدر 76 ساله گلنار یعنی اسلام کریموف بیش از 20 سال است که رئیس جمهوری ازبکستان را بر عهده دارد. ناظران بر این باورند که با توجه به سن بالای اسلام کریموف فضای سیاسی ازبکستان متأثر از درگیری‌های قومی است، به زودی شاهد تغییراتی خواهد بود. محمود احمدی نژاد که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوریش سکوت کرده، مجدداً تأکید کرد که بنا ندارد سکوتش را بشکند. رئیس جمهوری سابق ایران شب گذشته پس از شرکت در یک مراسم ختم و در جواب خبرنگارانی که از او درباره نامگذاری سال 93 پرسیدند خندید و گفت من فعلا سکوت دارم. احمدی نژاد همچنین در واکنش به برخی از مردم برای پاسخگویی به برخی مسائل گفت شما خودتان جواب هستید. احمدی نژاد در اواخر بهمن 1392 و در حاشیه مراسم ختم آیت الله ابتهی در دانشگاه امام صادق موضع مشابهی گرفته بود. او پس از انتخابات 11 عملا سکوت پیشه کرده و تنها یک بار و آن هم پس از گزارش تلویزیونی 100 روز آغاز به کار دولت 11 نامه‌ای به روحانی نوشت و او را به مناظره دعوت کرد، اما جوابی نگرفت. برخی نیروهای امنیتی طرفدار دولت روحانی و مذاکرات هسته‌ای جبهه پایداری را تهدید کردند در صورت حرکت به سمت استیضاح وزیر امور خارجه اسناد غیرمنتظره‌ای را در رابطه با مصباح یزدی افشا خواهند کرد. به گزارش سایت‌های نزدیک به دولت روحانی این اسناد مربوط به زمان حکومت سابق است. گفتنی است مدتی پیش نیز محافل مرتبط با دولت احمدی نژاد گفته بودند دولت روحانی به اسنادی دست یافته که آنها حتی جواب خواب دست یافتن به آنها را هم نمی‌دیدند. بر اساس این گزارش گفته شده این نیروهای امنیتی معتقدند در صورتی که نظام به حرف حامیان مصباح گوش دهد کشور وضعیتی مانند سوریه و یا لیبی پیدا خواهد کرد. وبسایت نام نیوز گزارش داد علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای و از نزدیکان محمود احمدی نژاد با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با اسفندیار رحیم مشایی گفته است اطمینان دارم رفتاری که علیه آقای مشایی صورت گرفت عادلانه و برآمده از اخلاق اسلامی نبود. جوانفکر در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که در دوره احمدی نژاد شورای عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی که مسئله هسته‌ای کشور را پیگیری می‌کرد در 2 آخر دولت 10 در گزارش دهی خود به رئیس جمهور کوتاهی می‌کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد خطر اعدام قریب الوقوع 2 شهروند عرب خوزستانی هشدار داد. در این بیانیه به نقل از خانواده‌های علی چیپشات و خالد موسوی گفته شده که وزارت اطلاعات ایران این 2 را از 8 پیش به مکان نامعلومی منتقل کرده است که میتواند به معنای اعدام قریب الوقوع آنها باشد. این 2 در آبان سال 1391 همراه عده‌ای دیگر در اهواز بازداشت شدند و حدود 8 پیش در دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان به جرم محاربه با مرگ محکوم شدند. خانواده های آنها میگویند
این دو نفر دسترسی به وکیل نداشتند و اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است. یک روز پس از وقوع پنجمین حادثه مرگبار در کاروان راهیان نور که منجر به کشته شدن 6 دانش آموز شد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به خوزستان از عملکرد این کاروانها تقدیر کرد و خواهان ادامه این سفرها شد. کاروانهای راهیان نور هر سال دانشجویان و دانش آموزان را از نقاط مختلف ایران به بازدید از مناطق جنگی میبرد. این سفرها تا کنون تلفات بسیاری بر جای گذاشته است. آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سفر نوروزی خود به مناطق جنگی در جمع مسافران کاروانهای راهیان نور در آبادان سخنرانی کرد. وی بر لزوم ادامه این سفرها تأکید کرد و آنها را راهی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره کشته شدگان جنگ ایران و عراق دانست. خامنه‌ای حضور گروه‌های مختلف مردم در مناطق عملیاتی دوران جنگ ایران و عراق را در ایام تعطیلات نوروز و همچنین در طول سال اقدامی پسندیده، صحیح و عاقلانه دانست. وی همچنین از گروه‌های مختلف مردم که در قالب کاروان‌های راهیان نور در مناطق جنگی حضور پیدا می‌کنند قدردانی کرد. خامنه‌ای با تأکید مجدد بر حفظ آثار جنگ ایران و عراق گفت جبهه دشمنان نظام اسلامی، یعنی همین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا، با دادن امکانات و تجهیزات جدید و پیشرفته به رژیم بعثی صدام او را به ادامه جنگ تشویق می‌کردند و همین مسئله باعث شد جنگ تحمیلی 8 سال به طول انجامد. رهبر جمهوری اسلامی ایران به کسانی اشاره کرد که می‌خواهند یاد دوران جنگ از ذهن مردم پاک شود و آنان را بدخواهان ملت ایران دانست که به گفته او تلاش می‌کنند فداکاری‌های دوران دفاع مقدس و شخصیت‌های نقش‌آفرین آن از یاد بروند و قصد دارند از خودگذشتگی‌های آن دوران را تقطعه کنند. خامنه‌ای دوران جنگ را نمونه بارز ایستادگی ملت ایران و جوانان کشور بر سر آرمان‌ها و مقابله با جبهه کفر و استکبار دانست و تأکید کرد که یاد این دوران باید همواره زنده نگه داشته شود. سفر علی خامنه‌ای به خوزستان و مناطق جنگی در شرایطی صورت گرفته که حسن روحانی در اقدامی کم سابقه به عنوان رئیس جمهوری شمال ایران را برای گذراندن تعطیلات نوروزی خود انتخاب کرد. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی هم در سفری نوروزی به جزیره کیش رفت. هاشمی پس از گذشت حدود 5 سال نوروز امسال به کیش رفت که البته روز گذشته سخنرانی او توسط تندروها به اغتشاش کشیده شد. نخستین سفر رهبر جمهوری اسلامی به مناطق جنگی در زمان محمد خاتمی آغاز شد و در دوران احمدی نژاد این سفرها تا حدودی به حاشیه رانده شد. مصرف بنزین در ایران با فرارسیدن تعطیلات نوروزی به مرز 100 میلیون لیتر در روز رسید تا بدین شکل رکوردهای جدیدی ثبت شود. خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که در روزهای 28 و 29 اسفند مصرف بنزین از 98 میلیون لیتر در روز فراتر رفت که به نسبت مدت زمانی مشابه در سال گذشته رشدی حدود 15% را نشان می‌دهد. این گزارش همچنین بیان می‌کند که مصرف بنزین کشور از روز نخست فروردین تا چهارم این ماه نیز در مجموع به 313 میلیون و 400 هزار لیتر بوده که در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است، اگرچه این میزان اندک و در حدود 1% است. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که در بازار تهران قیمت برخی سکه‌ها افزایش و برخی دیگر کاهش یافت. بر این اساس سکه طرح جدید بدون تغییر 950 هزار تومان، نیم سکه با افت 2000 تومانی 560 هزار تومان و ربع سکه هم با 1000 تومان کاهش 283 هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای 18 عیار نیز با 231 تومان رشد 97304 تومان درج شد. در بازار ارز دلار 3030 تومان، یورو 4190 تومان و درهم 825 تومان برای فروش قیمت گذاری شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت تصمیم دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد. علی طیب‌نیا همچنین با هشدار به کسانی که درآمدهای بالایی دارند از آنان خواست برای گرفتن یارانه‌ها ثبت نام نکنند. 20 فروردین ماه زمان پر کردن فرم درخواست یارانه‌های نقدی است که تا پایان این ماه ادامه دارد. دولت امیدوار است با توجه به کسری بودجه‌ای که در زمینه یارانه‌ها دارد، با ثبت نام مردم و انصراف ثروتمندان بتواند به نیازمندان یارانه بدهد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است تصمیم دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم افزایش دهد تا تأثیر منفی روی دستاوردهای مثبت دولت نداشته باشد. طیب‌نیا گفته قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد تا حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد. و ادامه داده با توجه به شرایط کشور، یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم، دولت تصمیم دارد قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد. منابع حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی تاکنون کمتر از یارانه‌های پرداختی بوده و سهم تولید و بهداشت را که در این قانون در نظر گرفته شده تامین نکرده است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده بهای حامل‌های انرژی را به مرور افزایش داد و قیمت بنزین و گازوئیل را به سطح بهای کشورهای خلیج فارس برساند. با در نظر گرفتن سقوط ارزش ریال در 2-3 سال گذشته، با این روش بهای هر لیتر بنزین میتواند به حدود 3000 تومان برسد. دولت نگران تأثیر نامطلوب چنین افزایشی بر اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت‌های تولیدی است. وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است دولت در زمینه مقابله با تورم توفیقات چشمگیری داشته است. طیب‌نیا با بیان اینکه تورم ماهانه در بهمن ماه 2 سال پیش 5.1% بود، گفته است این رقم در سال 92 به 0.4% رسید و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به 0.1% رسید که یک توفیق بسیار چشمگیر است. طیب‌نیا گفته است این ارقام نشان می‌دهد دولت در زمینه انضباط مالی، پولی و کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته است. به با بیان اینکه در خصوص مقابله با شرایط رکودی هم آثار و علائم مثبتی را شاهدیم توضیح داده، در پرتو اعتمادی که مردم به دولت پیدا کردند، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است که نوید روزهای خوب را در آینده می دهد. آقای طیب‌نیا ادامه داده است با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و اولویت دولت برای مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و مقابله با تورم، تصمیم گرفتیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا کمترین اثر سو را روی متغیرهای هدف ایجاد کند که فهرست و زمان اجرای آن اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد سپس به موضوع یارانه‌ها پرداخت که قرار است اجرای مرحله دوم آن از 20 فروردین ماه سال جاری آغاز شود. آقای طیب‌نیا گفته است اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و اکنون در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیت داریم. وی تصریح کرد اگر کسانی که واقعاً درآمد بالا دارند ثبت نام کنند، این امکان برای دولت وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند. وی گفته است اما ترجیح دولت این است که این کار از طریق خود مردم و به صورت داوطلبانه انجام شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره سیاست دولت برای انصراف طبقات پردرآمد از دریافت یارانه نقدی گفته است این حکم قانون بودجه سال 93 است که منتشر شده و تبصره 20 آن دولت را مکلف کرده که از افراد متقاضی ثبت نام کند. به بیان اینکه در بودجه 93 نیز برای کسانی که نیازمند نیستند و برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند جریمه در نظر گرفته شده، گفته است در واقع دولت منویات مجلس را پیاده می کند. پرسشنامه‌های خوداظهاری یارانه‌ها قرار است از 20 تا 29 فروردین ماه توزیع شود. دولت به تازگی اعلام کرده که نام‌نویسی درخواست دهندگان و ارائه فرم‌های مربوطه بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود. قرار است ثبت نام متقاضیان در شهرها از طریق اینترنت و در روستاها با مراجعه به مراکزی چون دفاتر خدمات پست، شورای اسلامی محلی، بخشداری‌ها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی انجام شود.
دولت ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت خوداظهاری و ویژه کسانی اعلام کرده که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می‌دانند. مسئولان امیدوارند با این روش از شمار یارانه بگیران بکاهند. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین در این بخش خبری. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.